معترضان چهارشنبه از چند استان دیگه عراق مقابل بانک مرکزی در بغداد تجمع کردند. اونها به بی‌ثباتی بازار ارز و سقوط ارزش دینار در مقابل دلار در یک ماه گذشته اعتراض کردند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان خواهان متوقف شدن ارسال غیرقانونی دلار به ایران شدند. اونها همچنین از محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق خواستند قیمت دلار رو پایین بیاره. ارزش دینار پس از اون سقوط کرد که دولت عراق ماه گذشته با فشار آمریکا و برای جلوگیری از خروج غیرقانونی پول به ویژه برای ایران چند بانک رو از خرید دلار تحریم کرد و میزان ارزی دلار در بازار رو کاهش داد. رویترز به نقل از منابع خود میگه عوامل حکومت ایران دلار رو در بازارهای ارز عراق جمع آوری و در کوله پشتی مدارس از راه مرزهای زمینی به ایران منتقل میکنند. منابع بانکی عراق به رویترز گفتند آمریکا به طور واضح به عراق گفته یا باید محدودیت‌های جدید رو با هدف جلوگیری از قاچاق ارز به ایران اجرا کنه و یا اینکه بانک مرکزی عراق جریمه میشه. آلینا رومانوفسکی سفیر آمریکا در بغداد سه‌شنبه با حیدرالعبادی نخست وزیر پیشین عراق و رهبر ائتلاف نصر در مجلس دیدار کرد. به گفته دفتر حیدرالعبادی در این دیدار در مورد شرایط اقتصادی اخیر در عراق گفتگو شده. سفیر آمریکا همچنین در گفتگویی با شبکه التغییر هر گونه دخالت در امور اقتصادی عراق را رد کرد و گفت آمریکا تلاش کرده تا سیستم بانکی عراق رو توسعه بده و اون رو به بانک‌های بین‌المللی وصل کنه. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.